برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام از مراکز وابسته به دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در اقدامات اخیر خود با همکاری خیریه IHC 300 سبد غذایی ماهانه برای نیازمندان شهرها و روستاهای مختلف افغانستان توزیع نمود. گفتنی است این مؤسسه همچنین 26مین چاه را در یکی از مناطق دورافتاده افغانستان که از کمبود آب آشامیدنی و گاه نبودن آن رنج می‌بردند افتتاح کرد. شایان ذکر است حفر این چاه صدها خانواده فقیر و نیازمند در یکی از مناطق دورافتاده افغانستان را که از نبود آب آشامیدنی رنج می‌بردند شاد نمود. ایالات متحده و متحدانش در اروپا و چندین کشور عرب دیروز از یک پیشنهاد آتش‌بس مشترک برای پایان موقت درگیری‌های مرگبار اخیر بین اسرائیل و حزب الله رونمایی کردند. گفتنی است آنان در بیانیه‌ای خواستار آتش‌بس فوری 21 روزه شدند تا فضا برای مذاکرات بیشتر فراهم شود. در همین راستا امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفت زمان حل و فصل در مرز اسرائیل و لبنان فرا رسیده است تا غیر نظامیان بتوانند به خانه های خود بازگردند. با اعلام مرگ مغزی یکی از مصدومان معدن طبس شمار جانباختگان به 50 نفر رسید. در چند روز گذشته جزئیات و واکنش‌های مربوط به این انفجار مرگبار در صدر اخبار ایران بود. در این میان برخی دولت را به عنوان نهاد ناظر بر قوانین کار مقصر می‌دانند، در حالی که رسانه‌های دولتی می‌گویند مقصر کارفرمای خصوصی معدن است. اتحادیه اروپا برای تقویت خدمات اولیه و معیشت در افغانستان 146 میلیون یورو کمک مالی اعلام کرد. یک مقام اتحادیه اروپا گفت که این بسته کمک به نیازهای فزاینده جمعیت افغانستان به ویژه در شرایطی که حقوق زنان و دختران به شکل نگران کننده ای تضعیف شده است می‌پردازد. او اضافه کرده است که اتحادیه اروپا از سال 2021 در مجموع 903 میلیون یورو برای نیازهای اساسی، معیشت، جابجایی اجباری و مهاجرت فراهم کرده است. رئیس مجلس سنای پاکستان در نشست پایانی کنفرانس سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تأکید کرد پیام اصلی اسلام ارتقای اخلاقی فرد است که میتواند جامعه ای ایدئال اسلامیان را بسازد. سید یوسف رضا گیلانی رئیس مجلس سنای پاکستان طی اظهاراتی تأکید کرد اسلام تداعی یک نظام یک پارچه زندگی است که اصول راهنما را برای همه جنبه های انسان فراهم می کند و پیروی از این اصول به ما امکان می دهد با چالش های معاصر با موفقیت روبرو شویم.